برام حضرت دوست هر چی داریم از اوست به یاد خدای بخشنده و مهربان خانواده های عزیز فامیل های محترم سلام های مرا پذیرا باشین که تقدیم کنم به شما عزیزانی که همیشه همراه هستین با برنامه روشنا امیدوار که جور و من باشین همراه با اعضای خانواده محترمتان بیام در همین شروع برنامه دستای خدا بالا کنیم و گذاری کنیم این شنیدن که میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند خب بیایم بیایم های خدا را ببینیم نعمت های خدا را شکر کنیم و مثبت اندیش باشیم هیچگاه منفی های زندگی را نبینیم و نگوییم که ما هیچی نداریم در زندگی ما همیشه بدبخت هستیم ما همیشه نمیفهمم شکست خوردیم و ناموفق بودیم بیایم مثبتاندیش باشیم و نعمت های خدا را در زندگی خود ما ببینیم و شکرگزار خداوند باشیم همراه شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه روشنا و امیدوار هستیم که همچنان ما را همراهی کنن. مثبت 964 780 255 40 13 نمبر واتساپی ما و شما هست با ما در ارتباط باشین و نسبت به موضوع میتونین که با ما در ارتباط باشین حال پیشنهادات خودتان را میتونین برای ما ارسال کنین و خانم حسنزاده عزیز امروز کارشناس برنامه ما هستند سلام علیکم می و خوشم آمدید میگم بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم برنامه و همچنین بینندگان عزیز برنامه روشنا ان که در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن بسیار تشکر عزیزان همیشه همراه فامیل های عزیز شما چقدر خودتان را میشناسین بله چقدر آشنا هستین با اخلاق خودتان چقدر آشنا هستین با شخصیتتان با رفتارهایتان چقدر خودتان هم میشناسین آیا میتونین در داخل یک جمع صحبت کنین آیا میتونین اظهار نظر کنین میتونین از حق خودتان دفاع کنین این ها جز رفتارهای وجود ما هستند. گاهی وقتها ما نمیفامیم و نمیشناسیم خود ما را و دچار کمرویی هستیم برنامه روشنا اگر یادتان باشه قبل از اینکه به هر حال ویژه برنامه های ایام و محرم تقدیم شما عزیزان شوه ما نسبت به مشکلی بنام نام کمرویی صحبت میکردیم و نسبت به این موضوع کمرویی علائم و آثار نشانهایی او را بررسی کردیم تعریف کردیم کمرویی در کودکان بررسی کردیم در بزرگسالان معرفی کردیم و امروز میخوایم که کمرویی و آثار فردی و اجتماعی را با شما عزیزان صحبت کنیم خانم حسن زاده میخوایم که برای ما بگوین که به حال کمرویی را که ما توضیح دادیم برای عزیزان بیننده ما تعریف کردین شما و گفتگو زیاد داشتیم حالا میخوایم بیایم آثار فردی و اجتماعی کمرویی را شما برای ما بگوین چه آثاری داره در زندگی فردی ما و در زندگی اجتماعی ما واقعا کمرویی داره آثار و نشانهایی؟ بله همونجور که شما فرمودین عنوان برنامه ما در مورد مشکلی به نام کمرویی ما میخواستیم نکاتی رو در مورد مقابله کردن با کمرویی بیان کنیم همونطور که شما فرمودین در جلسات قبل تعریف و علائم کمرویی رو ما بیان کردیم و گفتیم که یک مقدار مثلا کمرویی میتونه عوامل و گوشیگیری داشته باشه اینها بر روی کودکان بود نوجوانان و بزرگسالان بود اما در این جلسه که شما فرمودین گفتیم آسان و پیامدهای او رو بله. میخوایم م... برای یک فرد بیان کنیم که بر زندگی شخصی او چه تاثیراتی داره بر زندگی اجتماعی او چه تاثیراتی میتونه داشته باشه بله. و چقدر میتونه باعث پیشرفت م... او. او بشه یا باعث بشه که از یک موفقت هایی که قرار در زندگی کسب بکنه به خاطر همین شرمی که داره بله. خجالتی که میکشه از او باز بمانه. اینها همه مواردی داره که به خود شخص برمیگرده نه تنها به شخص ای روی تاثیر گذار باشه بلکه در اجتماع هم تاثیراتی داره که ما در جلسه انشالله در خدمت بینندگان عزیز هستیم درسته. پس در قسمت اول ما آثار فردی رو بررسی بل. کنیم و بعد از او آثار اجتماعی رو خجالت کشیدن و مسئله خجالتی بودن یک مسئله بسیار مهم در زندگی افراد هست حتی اگر فرد همین روار رو ادامه بده باعث میشه که نه تنها موفقیت کسب نکنه بلکه باعث میشه چند پله هم عقب نشینی کنه یعنی آه. از او جایگاهی داره اگر می خجالت کشیدن از او شرم دیشتن از او پیش بره باعث میشه که حتی از پیشرفتی که نداره هیچی بلکه به عقب هم کشانده بشه درسته. یعنی اینقدر میتونه در زندگی فردی از او آه. تاثیر بگذاره یعنی که منظور ایست که مثلا یک انسان تلاش میکنه کوشش میکنه که به تکامل برسه یعنی پیشرفت کنه در زندگی درست دلی. یعنی آرزوی هر انسان است یا که به در هر روز این تلاش کنه که پیشرفت کنه به سمت پیش و جلو حرکت کنه ولی گاهی وقت ها بسیاری از موضوعات هست در زندگی که باعث میشه که اونا انسان متوقف کنه حتی نه تنها که متوقف کنم بلکه به عقب برگردن اورم چون انسان باید از توانایی های خود درست. استفاده کنه تلاش هایی رو بکنه تا به رشد کنه تا به موفقیت برسه بلی. ولی این فردی که کم رو از تو خجالت آه. میگشه دیگه نمیتونه این رشد و پیش مانع پیشرفتش است خودش مانع میشه البته افرادی که خجالتی هستن ذات هست. میگیم اینا خجالتی هستن و از اول هم کشان کشان همراهی از اینا بوده این افراد بره از اونا فرقی نمیکنه که محیط کار باشه یا محیط خانواده باشه یا محیط مدرسه باشه بلکه باعث میشه که همه خجالت کشیدن رو ادامه بدن در هر کجا هست و باعث از بشه که نتونن رشد کنن ام. خب حتی ممکنه آسیب های روانی هم به فرد وارد بشه بله. راز روحی عاطفی ما داریم افرادی که بودن که دچار مشکل روحی روانی شدن درستن. خب یک نمونه از اونها حتی قابل جبران هم میتونه نباشه یک مورد از اونها آثاری که بر فردی هست ای که فرد همش استرس داره دائم دا دا استرس, دایم. استرس دایم. وقتی ام. که بر... نه تنها در اجتماع های کلان قرار بگیره هر تا اجتماع یک گروه جلسه جایی هم بره باعث میشه که این فرد استرس استرس از چه داشته باشه خانم استرس از استراب داشته باشه که نمیتونه با افراد مختلف ارتباط برقرار کنه ها. به خیال از که من خود بقیه ارتباط برقرار کنم نتانم که حرف خور برسانم یا نتانم منظور خور برسانم اونها باعث بشه که از حرف از ناراحت بشن یا مورد تمسخر از اونا قرار بگیرن درستان. یا حرف خوبی نزنن همین خودی باعث میشه که استرس های روانی و عاطفی برای از اینا ایجاد شه حتی افرادی هستن که مثلا دچار استرس میشن به حدی است که نمیتونن استرس حتی بدنی هم میگیرن مثلا لحاظ مثلا جسمی یعنی لرزش پیدا میکنن لرزش دست پیدا میکنن میشه و صورت و اینا علایم که قبل قلب دارن اینها هم در لحاظ جسمی ولی ما از بحث روحی میخوایم بررسی کنیم اینکه اعتماد به نفس این افراد ندارن همینه که استرس مثلا افراد خجالتی که تو چهار استرس میشن علت اینه که اعتماد به نفس بالایی ندارن به خاطر اینکه نمیتانن حرف خود مستقیم بیان کنن باعث میشه که حتی اعتماد به نفس پایین از اونها باعث میشه که حرف خود بیان نکنن ام. یا کوتاهترین سخن را برای جوابایی که مثلا از جامعه میشنون بیان کنن علاوه برای که استرس دارن اینه قدرت ندارن از خود خود دفاع کنن شما شاید دیده باشین افرادی مثلا در یک صفحه استاده هستن یک فردی بدون نوبت میایه و مثلا باعث میشه که مثلا صفحه نوبایی رو بله. فرض کنه باعث میشه که نانی بگیره و بره و فردی که نفر اول استاده هیچ کنن اگه فرد خود خجالتی خود باشه اصلاً اصلا نمیتونه به او بگه که مثلا شما داری خارج از نوبت میه و نوبت شما نیست اینا از حق خود نمیتونه دفاع کنه و اگه هرچی جمعیت بیشتر باشه استرس از و بیشتر هست و نمیتونه از حق خود دفاع کنه یعنی این بیشتر میشه باز خوبه شاید کسایی که در پشترش باشن حقش بگیرن اصلا اگه اونا باشن که خب اگه, اگه, اگه نباشن, خلاص اگه نباشن اگه. که بیشتر جا حق همچین افراد پایمال میشه ام. چون گرفت نه تنها مثلا در مثلا بحثایی باشه که نال ما صف رو مثلا دلی. حتی بحثی باعث میشه که افرادی در مشغله کری دارن نه. مثلا از رو دروسی گیر میکنن با وجودی که ممکنه کار زیادی داشته باشن کار همکار خور قبول کن خب مثلا هم کار اینا میگه همین کار به من انجام میدی خب هم خجالت میکشه بگه نه آه. چون قدرت گفتن نه رو نداره درست. چون او اعتماد به نفس رو نداره که مثلا بگه نه من کار دارم که مثلا باید به ام. کار خوب برسون ولی میگه از رو خجالت میگه حال دیگه کاری از دست مسئولیت های دیگران رو هم حتی میپذیره مسئولیت های دیگران رو هم میپذیره و باعث میشه که عدم رضایت درونی اونها رو انجام بده حالا یکی مسئولیت بقیه رو آه. میپذیره خودی رضایت داره ولی برای افراد خجالتی معمولا رضایتی در کار نیه از روی اجبار باعث میشه کارهای بقیه رو بپزینن چون روی گفتن نه رو ندارن حتی بعضی افراد خجالتی اینها از مواردی هسته که شخصی و فردی است ایده ای داره یک نظری داره ولی او رو روی نمیشه بیان کنه یعنی ممکن همو ایده و نظر از او خیلی به او جامعه یا به او گروه یا به خانواده از او کمک کنن درست. و حتی موفقیت های رو مثلا به دست بیارن اوه. یا بتانه توانایی های خودش رو ابراز کنه ولی این فرد چون قدرت او بیان او بله نداره هم. از اون طرف نظر میکنه ممکنه من نظر خور بکنم و بقیه استقبال نکنم, نکنم. یکی اولین و مهمترین اصل اساسی که برای موفق شدن هر فردی نز... نیاز هست اینه که جز افراد جسور و شجاع باشه خب مثلا مثلا بلی... یک انسان نتانه مثلا ابراز نظر کنم مثلا یک موضوعی را بیان کنم و بگویه خب از نگاه دیگران او یک انسان بی استعداد تلقی میشه. میشه مثلا میگن که هیچ وقت مثلا نظر نداره گپ نداره طرح نداره پس یه جسه نداره در حالی که شاید او پر از استعداد باشه پر از توانمندی باشه ولی نمیتونه بیان کنه خب ای واقعا خیلی سخت است حتی باعث میشه از اون قسمتی که مثلا این ایده ها و نظرها خود صرف نظر کنه به قول شما برای بقیه افراد هم بگن هیچ وقت مثلا در جلسات امه. باعث شده حضور پیدا کنه ولی چون نظری نمیده مثلا ایدی نداره بگن این اصلا لیاقتشون نداره شاید نداره بهش دیگه اصلا نمیکنن توجه نمیکنن نمی نمی حتی از گروه ممکنه رانده بشه بله. و این به ها و توجه نکردن ها یک صدمه بسیار محکم به شخصیت او فرد میزنه خب میان برنامه آماده نشر است تقدیم شما و همچنان با برنامه روشنا همراه باشین امام حسین علیه السلام و نادا هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله هل من موحد یخاف الله فینا آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند آیا مسلمانی هست درباره ما از خدا بترسد تشکر از همراهی همیشگی شما هموطنان خوبم شما خانواده های عزیز مادرها و پدرهای محترم و به خصوص شما جوانان عزیز میفهم که هر روز تایم برنامه را در نظر داری برنامه رزی کردی و بیننده برنامه هستی برحال این برنامه ها بسیار خوب است در زندگی ما و ای که خود ما را بشناسیم و اگر خدای نکرده در وجود ما کمرویی وجود دارد در خود در کودکان و در اعضای خانواده ما کوشش کنیم که او را تشخیص بتیم و حتما از برنامه ما راهکارهایی را هم تقدیم شما عزیزان میشه بیننده برنامه در همه روز باشین و اما بله پیامدهای فردی را بررسی کردیم حالا میپرزیم به پیامدهای اجتماعی خانم حسن زاده مشنویم ببینیم که چه پیامدهای اجتماعی داره کمرویی پیامت های اشت فردی شخصی و اجتماعی در کمروی به هم پیوسته هستند یعنی همون اف... مثلا عوارضی که ممکنه داشته باشه ای در فرد تاثیر بگذاره در همو به صورت ناخودآگاه به اجتماع هم کشانده میشه ام. و تاثیر گذاشته معلوم هست معلومه دیگه خانم مثلا چون انسان یک موجود اجتماعی است اینجی ما میگیم افرادی بش... مثلا کسانی هستن که وابسته هستن این وابستگی حال فرق نمیداره به خانواده هستن یا از پیامت هایی است که در اجتماع اثر میگذاره یا به خانواده و عقارب و نزدیکان خوابسته وابسته یا ممکنه به افراد جامعه و وابسته باشه ما یک مثال میزنه خانم زوری فردی هسته به دکتر میره پیش دکتر میره نمیتونه همون درد خور بیان کنه خوب. یا به مثلا بیماری خور بیان کنه به کم خاطر کمرویی به خاطر کمرویی خب. مجبور خود افراد دیگه بره یعنی حتما یک همراه آه. خود خوب بره حالا اگه دختر جوان است حتما که مادر خود میره که پدر خود میره نه به حال بسیار عالی. اگه ده... شاید حتی مثلا اولاد دارم باشه اصلا. باز مثلا مادرم باید بیایم بره. حال اصلا این حال مثلا برای کسی که دختر جوانی باشه بلد. یا در سن نوجوانی باشه او خیر است ولی در وقت زمانی بشه که یک دختر مثلا مادر شده خالده. نیاز داره که او از او فرزندان حمایت کنه یا یک, یا یا یک پدر که پدر, پدر شده پدر که نیاز داره از او زن و فرزند حمایت کنه این چیزی که واقعا جالب نیه و بلد. باعث میشه به خانواده هم آسیب بزنه همی وابستگی که داره خب مدام هر کاری رو با یک کسی را مثلا همراه از باشه خب این هم کس الان در زمانه خودی کارهای خود خاص خود رو داره و این فرد باعث میشه که وقتی یک جای به اور بگن بالاخره خسته میشن افراد بله بله. مختلف همیشه همراه از این باشن اگه یک جای باشه بگم نه ما نمیریم خود تو تنها برو مطمئنا چون از بس که خود بقیه همراه بوده همگام بوده درست. دیگه اینکه کار خود خود شخصی خود نمیتونه انجام بده آه. و دوچار مشکل میشه و همینجی بر روی از این فرد هم آسیب میزنه، باید باید. واقعا تحت تاثیر قرار میده، من رفتم به فلان اداره، نتونستم کار شخصی خود خور انجام بودم، آم. یا مثلا میخواستم اولاد خوب داکتر به دکتر ببرم، به تنهایی نه، از عهده از این کار ام. بر نیومدم، خب خو خودی باعث میشه آسیب های روی روانی به این فرد وارد کنه، و خود از این کم کم به فکر میشه که این مشکل رو انشالله برطرف بله، کنه بله مطمئن هستم امیال مثلا یکی از عزیز ای که میبینه برنامه رو و مشنوه و میبینه متوجه میشه و برنامه ما را که میبینه مثلا متوجه از این موضوع میشه که خب اینا همه واقعیت داره چون من خودم در زندگی مثلا هم چه یک موضوعات دیدم و باعث شده که من مثلا در بسیاری از جاها تحقیر شوم، توهین شوام و حتی احساس شکست کنم و مطمئن هستم که همیال منتظر اینست که ما راهکارهای خوبی برش بیان کنیم منتظر باشن حتما در هفته های آینده ما راهکارهای بسیار خوبی را برای که بتونیم کمرویی را از وجود خود ما دور کنیم برای شما از آن یکی از دل... دیگه از دلایل این است که قدرت و مهارت برقرار کردن با اجتماع رو این فرد نداره این است که باعث میشه که ناخواسته کم روی بر... سراغ فرد ممکنه بگه من اصلا خجالت نمیکشم ولی او قدرت رو نداره حالا ممکنه این خ... نداشتن قدرت به خانواده از او برگرده یا به مثلا از ارسی باشه حالا به طریق های مختلف یا باعث شده که جایی حرفی زده و مورد توهین قرار گرفته دیگه سعی میکنه هر نزنه حال طریق های مختلف ممکنه این مهارت و قدرت از خود خور از دستش داده باشه و خود ازی باعث میشه که اون مهارت لازم رو نداشته باشه چنین این افراد اگه به مدت کوتاه باشه که بسیار خوب است ولی اگه مدت طولانی باشه نه تنها به خود خو خانواده آسیب میزنن حتی به اجتماع هم آسیب میزنن چون یک اجتماع موفق زمانی میتونه رشد کنه و به موفقیت برسه که افرادی از اونجا موفقیت هایی به دست بیارن ولی ما گفتیم مم. که یک فرد خجالتی خیلی به ندرت میتونه موفقیت هایی رو به دست بیاره بیشتر خانم حسن زاده بیشتر صدماتش فردی است یا اجتماعیست؟ بیشتر صدماتش اجتماعی است بیشتر اجتماعی باز فکر میکنم بیشتر فردی است خب ده. این فردی ممکنه به روحی از آسیب بزنه ولی در این فرد مربوط به چون کم روی ارتباط برقرار کردن دو هم. نفر با علاوه بر خودش با دیگران هم هست علاوه بر این که بر خود آسیب میزنه به اجتماع هم آسیب پس بیشتر سلامات پس اجتماعی سلامات استن. اجتماعی مثلا ما یک جایی میگیم که یک فردی که نمیتونه زندگی خود در دست بگیره و کنترل کنه باعث میشه که دیگران بر اون مسلط شون خب وقتی دیگران بر او مسلط شود تصمیماتی بر او میگیرن اینجا ممکنه بر فرد مثلا آسیب بزنه ولی به اجتماع هم آسیب بزنه یعنی بیعدالتی ایجاد میشه چون کسی که آگاهی از زندگی من شخصی آه. نداره شخصیت مثلا من نداره از خانواده ما آگاهی نداره وقتی به جای من تصمیم بگیره مطمئنا تصمیم درستی نمیگیره چقدر تصمیم های مثلا دچار اشکالی به ما و خانواده ما بگیره علاوه که من, من آسیب میبینم خان... خانواده من و اجتماع هم آسیب میبینه بیشتر درست. چون ارتباطات در بین شرم داشتن و خجالتی بین ارتباطات خود و دیگران هست بیشتر مربوط به اجتماع میشه یعنی ما آه. هم ارتباطات فردی رو بس زمانی به اجتماع برمیگرده در کل به اجتماع مربوط میشه چون فردی که به خود میخواد موفقیت به دست بیاره باز هم اجتماع در او دخیل هست یعنی که مثلا اشخاصی که در اجتماع هستن مثلا کوشش میکنن که حالا خب این یک انسان است که نمیتونه حق خود بگیره پس بیایم مثلا زور بگوییم بی بکنیم حقش بخوریم و بسیار بسیار چیزهای دیگه که شاید مثلا مثلا حضور ذهن نداشته باشم از این لحاظ پس پیامت های اجتماعی کمروی بسیار زیاد میتونه با باشن ام. یکی از پیامت های دیگه از اجتماعی از اون میتونیم بیان کنیم این فرد فرصت ایجاد نمیکنه که تصمیم بگیره همه. یعنی تصمیم بگیره و همین تصمیم گرفتن باعث میشه آسیب های روحی روانی به او بزنه بعد تو باعث میشه که نتونه تعاملات خود با دیگران در بیمزه مثلا شاید دیده باشین ای افراد خجالتی دوستان کمتری داره همه. چون ارتباط برقرار نکرده بله بله. چون بین ارتباطات اجتماعی لازم است دو طرف ابراز هم دردی کنن درستان. ابراز عاطفه کنن امه. ابراز احساسات کنن حتی در مثلا بین دوستای صمیمی ما مترججمیم ابراز محبت کنن تا بتونن دوستی پایداری داشته باشن ولی یک افراد خال... خجالتی برای اینا خیلی سخته امه. که بخوان این ابراز احساسات ابراز عاطفه و بس همه مهمتر ابراز محبت کنن حتی این افراد خجالتی نسبت به خانواده خود دوچار مشکل هستن در بله، ابراز او او که محبت خیلی بدتر هست دیگه چقدر میتونه به های از اینا با. تاثیر بگذاره تا ای تا حد کم مثلا میتونه پیشرفته باشه که حتی نسبت به اولادش مثلا نتونه ابراز داشته باشه تا به این حد مثلا پیشرفته است بله در روانشناسی حتی به مثلا به جای میرسه نه تنها در اجتماع در خانواده و در بین اقوام خودش هم این باید دیگه در ماشه اول باید ریشه او رو پیدا مثلا نسبت تناسب داره دیگه یعنی حد و حدود داره, دیگه داره بله. شدت و ضعف داره ولی شدت او زیاده است که زمانی که با حتی با نزدیکان خودش نمیتونه بله بسیار شدید دیگه. بله. حتی دیگه بعد از این مرحله به مرحله افسوردیگی میره ا دا داروهای مم. برای این مرحله روانشناسان برای فرد تجویز میکنن درسته. تا بتونن برطرف بشه فرصت آشنایی با دوستان رو گفتیم نداره و همیشه میخواد با افراد جامعه ارتباط برقرار کنه همون مدت کوتاهی مثلا سعی میکنه به جایی که یک سر در اجتماع باشه مثلا در حد ده دقیقه کار خور خلاص کنه و به منزل برگرده که دیگه دی دی در اجتماع نباشه نعم. چون مجبور میشه با افراد مختلفی حال مثلا داخل موتر با اونا مثلا دید و بازدید کنه یا داخل خیابان به میگه که همون که با خانه باشم به کمتره آه. و خاطر جمعتر هستم و آسیب پذیری افراد هم خیلی باعث میشه که اونها رو تهدید کنه از راه روی روانی چون هر انسان همونجور که شما فرمودین موجود اجتماعی است و اجتماعی رو اجازه نمیده که یک فرد بیشتر داخل خانه خوب باشه درست. اگه ما اگه روزمره خود خور مرور کنیم یک فردی که میخواد موفقیت داشته باشه باید بیشتر تا او که در خانه باشه در اجتماع, در اجتماع حضور باشه. پیدا بله. کنه یا به خاطر شغلی که مجبور ام. است در اجتماع باشه یا به خاطر مثلا دانش آموز اگه است به مکتب در بله. در گاهی وقتها اجتماع بخانه. نیاز داره به حضور او گاهی وقتها اون نیاز داره به اجتماع احسن. یعنی در کل باید این فرد در اجتماع باشه ولی این فرد به خاطر او تصورات ذهنی او مثلا ابراز حسی و ضعفی که داره حضور در اجتماع غیر ممکن میشه و این باعث میشه که از اجتماع رانده بشه و از خیلی از موفقیت ها دور بشه دقیقا. یک دیگه که مردم گاهن در مورد این افراد فکر میکنن فقط خجالتی از هیچ غروری هم ممکنه نداشته بله. باشن فکر میکنن یک آدم بسیار مغرور بحثن. است تکبر داره این مغرور بود دیدی اصلا فلانی با من حرف نزد کلا قضاوت نادرست میشه چرا که مثلا همین که یک بار گفتم مثلا فکر میکنن یک آدم مغرور هست متکبر هست استعداد توانمندی نداره و بسیار وقتا هست که از او دوری میکنن و او هم یک آدم منظمی میشه و متاسفانه بسیار بسیار مشکلات دیگه ما میان برنامه اماده نشر است تقدیم میکنیم از زنان بیننده که همیشه همراهی کردن برنامه روشنا را باز هم همراهی کنین و یادتان باشه از طریق نمبر واساپی که برای شما از اعلان کرده با ما هم در ارتباط باشین و اگر موضوع نسبت به این موضوع در ذهنتان میایه حتما با ما در میان قرار بتین. همراه ما باشین بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان برایت از فرج خاندیم و این از روی عادت نیست دعا کردن برای تو مگر اصل روایت نیست تویی که انتظارت افضل الاعمال آدم هاست بدون انتظار تو عبادت ها عبادت نیست برای ظالمان و کافران و سروتندوزن مگر ای حجت حق بودنت اتمام حجت نیست صلاحی نیست غیر از اشک در دستان ما اما نمیدانم چرا در این دعاها استجابت نیست گناه قدر ما را در سیاهی ها فرو برده است که حسی در وجود ما بجز حس خجالت نیست سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند که وقتی موسم دیدار می آید فرصت نیست خدای مهربان هم در فرج تأجیل خواهد کرد به شرطی که ببیند در دل ما سوء نیت نیست آقا ای که دیدار تو رویای شب تار من است ای که دیدار تو رویای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است گر بدادم نرسی میروم از دست بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است همه جا بخشش و احسان و کرم کار تو است کاسلیسی در خانه تو کار من است دانم ای دوست که به ارزش و بی قیمت ولی آخر چه کسی جز تو خریدار من است بگذری گر شبی از گوشه سجاده من بنگری آه جگر سوز فقط یار من است ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است کاش آید سحری که تو لیاقت بدهی بعد یک عمر دیگر نوبت دیدار من است ای عزیز همه عالم تو خودت می دانی کل ز گنه تحفه بازار من است پسر فاطمه پسر فاطمه ما سائل درگاه تو ایم. پسر فاطمه ما سائل درگاه تو ایم کرمی کن که گدایان سر راه تو ایم گر به نرسیم نرسی می از دست بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است یا صاحب زمان اللهم عجل ولی کل فرج انشالله که خداوند در ظهور مولایمان تعجیل کنه تا ای که شاهد زیبایی های ظهور باشیم انشالله و همچنین شما عزیزانی که همیشه همراهی کردن برنامه روشنا را باز هم با شما عزیزان هستیم با موضوع پیامدهای فردی و اجتماعی کمرویی و اما خانم حسنزاده عزیز پیامت های فردی را عنوان کردن و صحبت کردن و پیامت های اجتماعی را میپردازیم در ادامه صحبت ها و گفتگوهایشان خب خانم حسنزاده پیامت های اجتماعی را میگفتیم که ما میان برنامه رفتیم میشنویم بله در ادامه پیامت هایی که میتونه کمرویی و شرم داشته باشه در اجتماع بذاره این که فرد دچار حراس اجتماعی میشه حراس اجتماعی باعث میشه که اصلا نتانه در اجتماع حرفی بزنه مثل مرایل قبلی هم نیست حتی بالاتر از او هست به که سر صحبت یک نیاز داره یک چیزی رو در اجتماع سوال کنه مثلا در خیابان هسته آدرسی رو نمیدانه ولی انقدر خجالتی شدید شدت داره که یک حراس از اجتماع داره میترسه از افراد بپرسه که فلان آدرس به کجا, کجا هست؟ یا سوال دیگه ای که داره مثلا ممکنه بپرسه ای برایش حراس ایجاد میشه و بیشتر وقتا ای احساس رو داره که من ممکنه ای سوال رو بپرسم از فلان کس و اینا بگن چقدر آدمه که اطلاع نداره آگاهی نداره این از این در ذهن از او میاد در صورتی که ما مثلا از ما سوال بشه اصلا چیزی در ذهن ما میاد که ما اون راهنمایی کنیم ولی او به طرف منفی از قضیه فکر میکنه همین باعث میشه که حراس از او اجتماع روز به روز بیشتر بشه حتی باعث بشه که شدت از او که علاوه بر بیشتر میشه باعث بشه دوره از او از اون بیشتر بشه بله بله. این افراد دیگه درمان کردن از اونها بسیار سخت هست و بالا مثلا دوره زمانی برای درمان از اونها خیلی بیشتر هست مم. چون فکر میکنن که در جامعه حضور پیدا کنن در جامعه ابراز مثلا صحبت و درست. ارتباط برقرار کنن باعث میشه که مهارت رو ندارن یا باعث میشه دچار شکست بشن مهم. شکست ما میگیم ممکنه اگه در جامعه حضور پیدا کردیم کار نتونستی انجام بدی شکست خوردی هیچ اشکالی نداره چون همون شکست باعث میشه که به پیروزی های بعدی برای از او داشته بله باشید بله. مثلا یک فرد دانش آموز هست ام. به کلاس ن... حضور پیدا نمیکنه میگه روزی که امتحان داره ام. میگه یک ترسی داره که معلم از او سوال کنه و این نه تنها یک فرد دقیقا. خجالتی نتونه پاسخ معلم رو بده یا فردی که میخواد مثلا شغل انتخاب کنه و اون مصاحبه شرکت نمیکنه میگه زد به این مصاحبه من شرکت کنم و موفقیت به دست نیارم و باعث میشه جلو افراد هم خجل باشم این افکار منفی که از او داره باعث میشه که او از موفقیت ها دور کنه و به پیشرفت نرسانه ما به این افراد میگیم یک درک برای خود خو علاوه بر که درک مردم رو میسنجی درک خود بسنج که من کار رو میخوام بکنم به حرف مردم آها. کاری ندارم و اگه شکست هم خوردم به این مصاحبه من شرکت که مصاحبه شغل شغلی بود و یا مثلا باعث بود به مرحله بالاتر این میبریم حال فرق کنه، شکست خوردم دوباره تلاش بکنم تلاش رو بیشتر میکنم بله. تا به موفقیت برسم اگه بگه نه من شکست میخورم دیگه اما به تعمل شکست رو ندارم مم. موفقیت های بعدی هم برای فرد ایجاد دقیقا. نمیشه در کلام امام علی علیه السلام است که میفرمایند شکست پله ها و نردبان موفقیت است کسی که اولین شکست در خود خود معیوس بشه لیاقت پیشرفت و موفقیت رو نداره داری یعنی داری کسی لیاقت... درس بزرگی ام. اصلا کسی لیاقت پیشرفت رو داره که شکست رو با جان دل بپذیره. بپذیره یعنی یعنی چه دل گسترده باید انسان داشته باشه دل کلانی داشته باشه حالا که بپذیره یعنی منظوری نیست که دیگه مثلا بگه من دیگه شکست خوردم برای دیگه گوشه بشینم بگه خلاص است من

از تجربیات او استفاده کنه و دوباره بلند شوه و تلاش کنه درک کنه و رو آه. بفهمه این شکست رو ام. که من درست شکست خوردم ولی دنیا با آخر نرسیده بلکه راه های پیشرفت من بسیار بیشتر است و یک مطلب دیگه ای که میتونه کسی به این انتقاد میکنه مثلا شاید شا دیده باشه این افراد خجول و شرمسان همین خصوصیات رو دارن وقتی به اینا انتقاد میکنن دیگه قدرت دفاع که ندارن بماند ام. که ما در محل پیامت های فردی بیان کردی بلکه باعث میشه او انتقاد رو به جان دل بپذیرد و همو انتقاد رو به جایی که برن او رو برطرف کنن مشکل رو همو رو ادامه میدن یعنی روحیه ضعف که در وجود خود دارن و روحیه شکستی که ای افراد خجالت زده دارن علت همینه که خجالت رو در وجود خود پذیرفتن برعکس افراد جسور و شجاع که نه تنها او انتقاد رو می قبول میکنن مثلا ولی تلاش میکنن اون انتقاد رو برطرف کنن و با همین خودی باعث میشه که یک فرد معیوبی تبدیل نشه بلکه به یک فرد موفقی ت... مثلا تبدیل بشه بله. خب یک مطلب دیگه که میتونیم بگیم دوره درمانی که برای افرادی که به شدت رسیدن انشالله ما در مباحث آینده به صورت گسترده بله. طریقه درمان کم روی بیان کنیم ولی برای دوره درمانی که میتونیم بیان کنیم هر چی فرد سن نزو پایین تر باشه زودتر, درمان, زودتر درمان, میشه. درمان, میشه مثلا یک فرد 13 سال 14 ساله که خجالت داری راحت میتونه خجالت رو کنار بگذاره بله. وقتی در اجتماع قرار ولی برای یک فردی که سن بالاتری داره هم سختری رو باید ام. پشت سر بگذاره هم برای او این دورش طولانی تر میشه مثلا برای یک فرد 13 14 ساله وقتی تصمیم میگیره که کم روی او خجالت با که ممکنه در عرض یک دو ماه برطرف بشه ولی برای یک فرد بزرگسال ممکنه چند ماه طول بکشه مثل یک مرد بیماری است دیگه وقتی انسان یک بیماری رو در وجود خودش با نعمتور و مسلم است که او دیگه بسیار عمیق میشه و مجبور است که درمانهای بیشتری انجام بده ولی وقتی که سریع به پزشک مراجعه یعنی پیشگیری بهتر از درمان است یه همون گپ هست دیگه ما بیایم پیشگیری کنیم قبل از اینکه کودک ما نوجوان شود قبل از اینکه جوان شود یک نکته خوبی بیان کردی بله. وظایف مادر، مادران و پدران رو بیشتر می کنه معمولا پدر بیشتر شاغل هستن بیرون هستن ولی بله مادر است که با اولاد کار داره اگه احساس میکنه که اولاد از او خجال خجالیه، او رو در گروه های همسن از او مثلا ممکنه جلساتی باشه او رو شرکت بده تا همون سن پین ای برطرف بشه که آسیب های جدی در آینده باعث نشه که خسارت های فراوانی بر روحی خانم از سمزاده ما دو دقیقه فرصت داریم و من یک سوالم داشتم از شما در رابطه که تفاوت بین کمرویی و انسان هایی که درونگراستن و ما حال اطلاع که دو دقیقه فرصت داریم چطور میشه علی ام این دفعه میتونین جواب بدین یا میمانیم برای هفته قبل یا کمیال به خلاصه برای دو دقیقه بس. به صورت خلاصه رو بیان میکنم نکته خوبی اشاره کنی کم روی درون گرای، گرایی یا درون نگری کلا دو از هم جدان. یک فرد ممکن است کم رو باش کم رو باشد آه. و در اجتماع حضور پیدا نمیکنه دل مای در اجتماع حضور پیدا درست. کنه ولی در اجتماع به حضور پیدا نمیکنه ولی بعضی از انسان که درون گرا هستند اینها اصلا موفقیت ها رو ممکنه در همون خانه فکر کنن پیدا کنن و موفقیت برزن و دل نانمای به اجتماع حضور داشته باشن ام. نه به خاطر خجالت ممکنه در اجتماع حضور پیدا کنن کارهای خوب نه و اصلا انجام بدن بله. ولی یک فردی که خجالتیه در اجتماع نمیتونه ما گفتیم در اجتماع آه. کارهای خود خود نمیتونه دقیق اجرا کنه چون او ترسی که داره ولی افراد در اون گراه دیگه اصلا ترس ندارن خب. بلکه یک افرادی هستن که میخوان در تنهایی به یک موفقیت هایی برسن خب. ولی افراد خجالتی نه به تنهایی به موفقیت هایی نمیرسن بلکه باید موفقیت با های با تعامل با افراد باشه ام. چون افراد که خجالتی هستن ممکن افرادی برونگرایی باشن خب, خب اگه این فرد برونگرا باشه دیگه با نمیتونه خودخور انجام بده ولی کاملا این دو مقوله جدا از هم هستن و ما انشالله در جلسات آینده باز در مورد این بحث میکنیم ولی یک چیز بگیم که هیچ وقت این دو مثلا مادری مواجه میشه با یک فرد کودکی که گراه هست از اجتماع خوشی نمیاد این رو با خجالتی اشتباه نگیره. یا که تشخیصش سخت است برای والدین؟ طور اینو بعد زیاتر صحبت کنیم بله نیاز به صحبت بله. داره که اینو چجوری تشخیص بده ام. آیا این کودک وقتی که مثلا آدم میسند... روز تا یا درونگرا درونگراست بعد درونگرا درون رو ما یک توضیح کامل بدیم برای عزیزان آثار علایم نشانه‌هاش رو بگویم بله. چون کم که گفتیم حالا که وقتی بحثی از درونگرایی اومده پس اینو بعد ما کامل بگویم برشان توضیح بدیم که درونگرایی چی است چون امیال بر خودمون سوال پیش اومد خب آله یک نفر از کجا بفهمن که درونگراستم ما یا کمروستم، نی؟ یا والدین از کجا بفهمن که این اولاد ما یک کمروز یا درونگراست مثلا درونگرایی رو باید کاملا ما باز کنیم و توضیح بدیم ان در جلسه آینده این مقوله رو کامل میپردازیم چون کاملا دو مقوله جدا از هست. هم هستن بقیه. و نیاز به توضیح دادن داره چون مقوله درونگرا ممکنه در روانشناسی از بیماری ترقی نشه درست. ولی برای یک فرد خجالتی و کمرو نیاز به درمان داره و بیماری ترقی میشه ولی درونگرا دیگه اصلا نیازی به درمان نداره ان در جلسات آینده توضیح بسیار عالی پس ای که کمروی نیاز به درمان داره و نیاز به دادن یک سری راهکارها داره نیاز به گرفتن و مشاوره داره این امر بسیار ضروری هست که خانم حسن زده عزیز گفتن و انشالله که اگر کمروی داریم خود ما یا یکی از اعضای خانواده ما حتما اقدام کنیم نسبت به این موضوع و بیننده برنامه باشیم که بتانیم راهکارهای او را در زندگی ببینیم عمل کنیم و انشالله که رفت کنیم تشکر و سپاسگزار از خانم حسنزاده عزیز و حضور همه شما بیننده های محترم که تا این لحظه همراه ما بودن امیدوار استم که جور سعتبند موفق پیروز و سربلند باشین خدا نگهدار